سلام گرون ترینا، توی این ویدیو میخواییم بفهمیم چی شد که ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان شد. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. یکی از مهمترین رازهای موفقیت ایلان ماسک اینه که همیشه به آینده دور و بزرگتر از شرایط حال فکر میکنه. اون هدفایی داره که از تغییر کلی زندگی بشر صحبت میکنه، از تأسیس شرکت‌هایی مثل اسپیس ایکس که هدف اون ساخت کلونی توی سیاره مریخ، تا تسلا که تلاش می‌کنه جهان رو به انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل و نقل برقی سوق بده. کلاً تغییراتی که می‌خواد ایجاد کنه بلند مدته. ماسک به شدت روی نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های جدید تمرکز کرده. نه تنها صنایع رو بهبود می‌بخشه، بلکه در برخی موارد باعث ایجاد تغییرات انقلابی در اونا میشه. برای مثال تسلا خودروهای الکتریکی رو از یه ایده آزمایشی به یه صنعت پر رونق تبدیل کرده. شرکت‌های اون، اسپیس ایکس اولین شرکتی بوده که تونسته موشک‌های فضایی چند بار مصرف تولید کنه و هزینه‌های سفرهای فضایی رو کاهش بده. نورالینک که من عاشقشم به خاطر خدماتی که میتونه به بشر سلامتی بکنه، به دنبال اتصال مغز انسان به کامپیوتره. The Boring Company روی حمل و نقل شهری سریع و بدون ترافیک تمرکز داره. ایلان ماسک همواره آماده ریسکای بزرگه. مثلا یه وقتایی بوده که توی زندگی حرفه‌ای خودش تمام ثروت شخصیش رو به شرکت‌هاش اختصاص داده. اوایل سال 2008 هم تسلا هم اسپیس ایکس تو مرز ورشکستگی بودن، اما ماسک تمام دارایی خودش رو برای نجات شرکتاش گذاشت. ممکنه این ریسکا برای خیلیا غیر منطقی باشه، اما اون برای موفقیت شرکتاش از خود گذشتگی میکنه. ماسک معروفه که به صورت شبانه روزی کار میکنه و ساعتهای طولانی رو به پروژه های مختلفش اختصاص میده. اون میگه اگه بقیه 40 ساعت در هفته کار میکنن، شما باید 100 ساعت کار کنید تا بتونید سریع تر از اونا پیشرفت کنید. اصلا اون عجیب و غریب روی اهداف و کارش تمرکز میکنه. حتی توی لحظات سخت هم کارو تعطیل نمیکنه. اون توانایی بالایی توی یادگیری داره. مثلا فیزیک و مهندسی و کامپیوتر و اقتصاد رو به صورت خودآموز یاد گرفته. میگه با مطالعه عمیق میشه هر مشکلی رو حل کرد. دقیقا مثل پروژه اسپیس ایکس، با اینکه اصلا تجربه فضایی نداشته، اما همین مطالعه عمیق به کمکش اومده و تونسته خیلی تو این زمینه موفق بشه. حالا که تا اینجا اومدی، لایک و سابسکرایب یادت نره تا بریم بقیه دلایل موفقیتش رو بهت بگم. راستی زنگوله رو هم بزن تا ویدیوها که آپلود میشه اولین نفر باشی که ازش مطلع میشی. ماسک تونسته تیمای بسیار قدرتمندی رو توی شرکتش جمع کنه. اون افراد با استعداد و برجسته رو جذب میکنه و ازشون توی کار نهایت بهره برداری رو میکنه. تازه به شدت از تیمش انتظار عمل کرده بالا داره و فشار زیادی برای پیشرفت سریع بهشون وارد میکنه. ایلان به جای نگاه سنتی به مسائل، مشکلات رو به صورت سیستمی و از ریشه حل میکنه. اون میگه هر چیزی رو باید از نو طراحی کرد و تمامی فرضیات رو زیر سوال برد. همین دیدگاه افق تازه‌ای رو بعد از هر مشکل براش پدیدار میکنه و باعث ایجاد نوآوری‌های بزرگ توی صنایع مختلف میشه. یکی دیگه از ویژگی‌های ماسک که اونو از بقیه متمایز می‌کنه، انرژی و انگیزه بی‌نهایتشه. حتی وقتی خیلی سنگین شکست می‌خوره، انگیزه‌شو از دست نمیده و انگار انرژیش چندین برابر میشه و حریص‌تر به سمت اون کار میره تا به موفقیت برسه. اون بارها در شرایط بحرانی قرار گرفته، از بحران مالی تسلا و اسپیس ایکس در اوایل کار تا فشارهای روانی ناشی از عملکرد بازار سهام و رسانه‌ها، اما اون همیشه کار خودش رو انجام میده تا بالاخره موفق بشه. یعنی عملاً صد خودش رو میذاره برای هدفش. ماسک همیشه تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد آینده‌ای پایدار برای انسان‌ها داره. با تسلا به دنبال کاهش انتشار کربن و با اسپیس ایکس به دنبال ایجاد زندگی در سیارات دیگه است. با نورالینک هم قصد داره دنیای راحت‌تر و بهتری برای انسان‌ها فراهم کنه، مثل کاشت تراشه توی مغز فرد نابینای مادرزاد یا فلج مادرزاد
که اعتقاد داره با این کار به طور طبیعی میتونن ببینن و راه برن. ایلان ماسک با ماموریت‌های بزرگ و جهانیش یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های عصر حاضره و با ترکیبی از ریسک پذیری بالا، پشتکار بی‌نظیر، خلاقیت و نوآوری و هدف‌های بزرگ تونسته موفق بشه. تواناییش در مدیریت و هدایت پروژه‌های عظیم اونو به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرده. نظراتو در مورد ایلان ماسک و اقداماتش توی کامنتا بنویس. به نظرت زندگی در مریخ امکان پذیره یا نه؟ خوشحال میشم برای حمایت از من و این کانال این ویدیویی که روی صفحه اومده رو هم ببینید. ممنون از همراهید تا آخر این ویدیو.